سلام، دستگیری عوامل تیراندازی به وسیله کلانتری معراج، همراه ما باشید. ساعت 2 بامداد مورخه 31 شهریورماه 1403، گزارشی از طریق مرکز پیام مبنی بر انتقال یک مجروح به دلیل اصابت گلوله سلاح گرم ساشمی به کلانتری واصل، بلافاصله مأمورین زحمتکش کلانتری معراج در محل اعزام میشن. مصدوم حالتی که داشتن در حال بازجویی قادر نبودن، ولی اظهاراتی که از خانوادهشون کسب کردین نفر شناسایی شد. در بررسی هایی که اولیه که داشتن مشخص میشه حوالی ساعت 11 شب فرد مجروح که جوانی 27 ساله است با 3 مرد ناشناس درگیر و توسط این افراد با شلیک از یک سلاح وینچستر مجروح و به بیمارستان انتقال داده میشه. در تحقیقات میدانی که انجام شد، ضارب که فردی سابقه دار و شرور بود شناسایی شد و تیمی از مأمورین جهت دستگیری این متهم و 2 همدستش اعزام شدند. سابقه اصابت گلوله هم داشتی درسته یا نه؟ بسیار اندازه کردن درسته؟ اینا همینا کارگردانی که نمیم اما جواب چک میکارگردن داخل پادشه هست. اونم میشه برگردی پابند رو ببانشون بدی؟ میشه برگردی؟ پابند هم داری؟ یعنی با پابند اومدی؟ پابند رو برگردی؟ پابند هم این پابند به خاطر چی بوده؟ این هم به خاطر دعوایی که دیگه به حساب هنوز 5 ماه دیگه مانده. برگردی من بله سیم اینجایی که اصابت گلوله داشته پاش گلوله نشونده؟ از اینجا تیر رفته هنوز قبلا خورده نگاه بخیاش هم هنوز نکشه هنوز زخمش هست چون افراد سابق دار و دارای پایبند الکترونیکی بر اساس پابند الکترونیکی و امکانات نوینی پلیسی شناسایی نقطه ایشون انجام گرفته بود. در رصدی که توسط مأمورین انجام شد متوجه شدند که متهمین قصد درگیری مجدد در محدوده خیابان گلریز رو دارند. چند سالته؟ 23. چند سالته؟ 32 سال. دیشب چه ساعتی توسط مأمورین دستگیر شدی؟ دیشب ساعت 9:30 بود. بازجویی چیزی که اعلام کرده بودی جهت وصول مطالبت. درسته؟ به ایشون مراجعه کردی که بتونی پولتو نقد کنی. پولم از ایشون نه. بله، از نفر دیگه بوده. از نفر دیگه بود. مخته ایشون از ایشون کمک خواستی. کمک خواستن که قبول دادی. با کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی مشخص شد نام برده در محلی به جهت شرخری وصول مطالبات فرد دیگه با سلاح گرم مسلح قرار حضور پیدا کرد. همسایه‌مونه، یعنی توی محل زندگی میکنیم. آقا زنگ زد به من گفت از فلانی که شما شاکی بیاد صحبت کنیم، یک جوری کم و زیاد من از یک نفر جلبی دارم، گفت به کم و زیاد صحبت کنیم حلش کنیم. ما رفتیم داشتیم صحبت میکردیم، این آقا با یک دوست دیگه‌شم که من نمیشناسم قرار داشت، یهو اومد جای ماشین انگار واسطه بودیم داشتیم حرف من داشتم سیگار میکشیدم حرف میزدیم، بهم گفت بشین پشت ماشینم، ماشینم سر کوچه پارک کن، فکر کنم این از همین طرف یه افغانی ها. گفتم افغانی ها کیان؟ گفت هیچی، بشین پارک کن، نه فکر نه فکر کنم از طرف اونا دعوا باشه. متهم تحت تعقیب با 2 دستگاه خودروی پراید به محل وارد شدند و هنگامی که متوجه حضور مأمورین شدند بلافاصله قصد فرار داشتند از اون موقعیت که مأمورین راه رو بر اونها میبند. منم ترسی که دعوای نشستم بشینم راه بیفتم، دقیقاً رام نیفتادم، زانتیا پیچید، یک زانتیا پیچید جلوم که اصلا نتونستم راه بیفتم. یک دفعه دیدم 2-3 نفر با تیشرت و آستین کوتاه و لباس شخصی بودن، خب کلت کشیدن. شما باشی متواری نمیشی 2 قدم فرار کنی وقتی یارو ولی نه نه الان بندو در آورد. فهمیدم مأمور وایسادم تای کوچه بود، 1 قدم فرار نکردم، همسایه‌ام بیرون بودن. متهمین متاسفانه با شمشیر و چاقو به سمت مأمورین حمله ور میشن که با تیراندازی مأمورین و اقدامات لازم این متهمین زمینگیر و همگی در محل و در صحنه دستگیر. دستگیری سلاح همراه بود مسلح با 3 گلوله، او چی دلیل داره؟ جناب را سیغتش 2-3 بار هم همونجور گفتن از بیمارستان آمده، گفتن شرک وجه دنبالت. من همون روز گذاشته بودم تو ماشین. چی موقعیتی داری؟ پست و سمتی داری که احساس خطر میکنی، دشمنی میکنی، همیشه بس سلاح گرم و سلاح همراه باشه، چه دلیلی داره؟ جناب سرگرد همیشه نبوده، همین یک سری بوده که همراه همون روز برداشتم. سوابقت چی میگه؟ سوابقه بوم دعوا 1 دانه سوابق بیشتر نداره. درگیری که داخل زندان داشتی اونا رو چی میگی؟ همه
همش تقصیر همینا بوده دیگه. یکی دو تا نبوده سوابقت که پابند داشتی، درگیری مسلحانه داشتی، اصابت گلوله داشتی، اینا چی میخوای بگی؟ یعنی من خودم با تیر زدن هنوز به امام حسین شاکی نشدم. کی تیر خورده که هنوز زخمش تازه؟ 20 روز نمیشه، 25 روز هنوز شاکی نشدم. چه خبره واقعا؟ تو بدون با تیر بزنه، این با تیر اونو بزنه. تو آرشگاه رفته بودم مامان بزنم، اومدن با تیر زدن. با قرآن هنوز 10 بار گفته بیا شاکی رو، شاکی نرفتم. گفتم گناه داره باباش مرده، ولش. هر بازرسی که به عمل اومد از خودروها و متهمین در همون صحنه درگیری، یک قبضه سلاح وینچستر، یعنی همون سلاح وینچستری که این فرد مجروح که در بیمارستان طالقانی مجروح شده بود با همون سلاح مجروح شده بود کشف شد، به همراه 3 عدد فشنگ، به همراه 1 قبضه شمشیر، 2 قبضه چاقو و تعدادی چماق و تعدادی مقادیر کمی مواد مخدر از نوع گل در داخل خودروی این دو عرازل اوباش کشف شد. اصله از کجا آوردی؟ اصله را یک سال دارمش، گرفتمش روی یک سالی است. از کجا گرفتی؟ چجوری گرفتی؟ یک بنده خدایی بوده از شمال گرفتم را سیقتش. چستر گرفتی چند؟ 4 تومن پول نقدی بشه. 4 میلیون؟ اما اصلی پرونده که دارای سوابق متعدد نزاع و حمل سلاح گرم بود، در بازجویی که به عمل اومد اقرار کرد که با شاکی پرونده که مجروح و الان در بیمارستان طالقانی هستش در زندان با هم همبند بودن و رفاقت داشتن و با جهت درگیری با برادر مصدوم رابطه بینشون به هم خورده و بینشون اختلاف ایجاد شده و درگیری مسلحانه و نزاع رو انجام دادن. چرا زدی جریان رو تعریف کنی؟ که ما از داخل زندان، این با من رفیق بود یک چند سالی، از داخلم با هم دیگه با مشکل خوردم. داخل زندان؟ بله. سابقه دار بودی دیگه؟ آره. ما یک سابقه سابقه چی؟ شم برای دعوا بوده. هم دعوا بود یکی. آره. بعد دیگه هی بیرون پیغام پسخام میداد، مثلا ما گفت بگیرمش فلان جا فلان کارو کنیم، به فلانی هم گفتن کارگردانیش کنن فلان کنن. کارگردانی یعنی چی؟ کارگردانی مو رو انگار کارگردانی کنن، یک جا نشستم یک پیام بده بهش، مثلا فلانی اینجا نشسته بیان بالا سرش ما رو بزنن. اینجوری مثلا اسمش کارگردانی؟ بله. دیگه خلاصه بعد اون روز ما داشتم من رفتم نوده جا رفیقم، بعد یک دختری هم سر همون جوایز داده بود، دید شر دادم پایین نگاش کردم، گفت اینجوری دست کن داد، گفتم کجا میری؟ گفت میرم توی 91. گفتم گناه داره یک دختره ببرمش تو 91. نشست تو ماشین و ما تا توی 91 بردمش. تو راک گفتم کجا میری؟ گفت میرم جا گفتم که گفتم من جواب چکمه دیگه. ما میره که تیر خورده. ما هم هیچی نگفتم، انگار که نمیشناسمش اصلا. تو 91 دختره رو پیاده کردم، بعد پیاده شدم هم رفتم تو 91 دور زدم، چرا خاموش وایستادم. و هم آمد مست بود با موتور یکم هم داد جا دختره وایستاد. بعد ما ماشین آمدم پایین گفتم چکمه وایستا، اما ماشین ما آمدم پایین برگشت نگاه کردم، برگشت نگاه کرد گفتم چکمه وایستا، چکمه لقبشه لقبشه گاز گرفت، گفتم وایستا به جان مادرم کار دارم، دیدم هم گاز گرفت من با هم تیر زدم دیگه خورد تو پشتش. از پشت به کجا زد؟ به پهلوت شکم داره. چند تا تیر زد؟ دو تا دیگه دن رفته باهم رفت. می‌خواست دوباره تیراندازی کنه که مخفی شد یا پناه گرفت. با بررسی به عمل آمده از وضعیت مصدوم و نظریه کادر درمان، اصابت گلوله از ناحیه پهلو، شکم و کمر و اصابت بیش از 80 ساچم داخل بدن که متاسفانه به دلیل بهبود جسمانی برخی قطعات رو نتونستن مداوا انجام بدن و برخی از قسمت‌های امها و اعضای داخلی رو از قبیل روده مجبور شدن از داخل درون بدن بیمار خارج بفرمایید. اونهایی که در حوزه شرارت، در حوزه اوباشگری، در حوزه مزاحمت فعالیت دارن، این رو مطمئن باشن که قطعا پلیس مشهد به سراغ اینها خواهد اومد و قطعا تحت پایش و مراقبت پلیس هستن و مطمئن باشن زمانی که توسط پلیس دستگیر بشن دیگه هیچ گذشتی نخواهیم کرد و هیچ مراعاتی نخواهیم داشت و برخوردمون برخورد توأم با رعایت قوانین و مقررات و همچنین قاطع و سلبی خواهد بود.